ساختسازهای مارکت، بلندمنزلها و افزایش نفوس در ساحات شهر قدیم هرات نگرانی مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ و شهرسازی را به همراه داشته. آنان میگویند عدم هماهنگی بین ادارات زیربط برای تطبیق قوانین حفظ شهر قدیم علاوه بر ویرانی و فرسایش آبدهای تاریخی باعث میگردد که شهر باستانی هرات از لیست میراثهای فرهنگی جهانی خط بخورد. از سوی هم شهرداری هرات میگوید طی 2 سال اخیر ساختساز غیرمعیاری در ساحات شهر قدیم متوقف شده است. شهر قدیم هرات، شهر کوچک با خانه ها و دکان های گیری و بازارهای سرپوشیده و نسبتاً دور و دراز که محل بازرگانی و داد و ستد بود، اما با تخریب خانه های قدیمی و دالان های سنتی و ساخت و سازهای مارکت ها و ازدحام نفوس، بافت این شهر باستانی تغییر یافته که نگرانی مقام های اداره اطلاعات فرهنگ هرات را با خود همراه داشت عامر حفظ و مرمت آبدات تاریخی هرات میگوید معیارهای لایحه حفظ شهر قدیم هرات از سوی ادارات زیربط و مردم نقص گردیده و اگر تخلفات در سایه شهر قدیم همچنان ادامه داشته باشد، این شهر باستانی از لیست ثبت میراث جهانی باز میماند. متاسفانه باید یادآور بشین که در بعض دست موارد هم در زمان رژیم جمهوریت و هم در زمان نظام امارت اسلامی این معیارات نقض شده از طرف شهروندان و از طرف ادارات محترم مربوطه. امیدوار هستیم که این معیارات رعایت بشه که ضرر از این نه تنها به اداره آبدات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ میرسه، بلکه به کل هرات و به کل افغانستان این ضرر از این میرسه که شاید ما از لیست شهرسازی و مسکن نیست که به عنوان ارگانی که ساحات شهر قدیم را مشخص می کند از تخلفات و ساختسازهای غیر معیاری گزارش هایی را به ثبت رسانیدند. آنان می گویند شهرداری بنابر صلاحیت هایشان باید از ساختسازهای غیر معیاری در ساحات باستانی جلوگیری کنند. صرفا اداره ما یک اداره گزارشی هست و در نهایت او شهرولی و دیگر ارگان های امنیتی هستند که اونا باید که مانع ساختسازها و ساختسازهای غیر معیاری و همچنین تخلفات ساختمانی باشن. اونا وظیفه دارن و در این راستا در کل قرار است که کمیته با عنوان کمیته رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد بشه، انشاءالله که در آینده ما بتونیم جلوگیری بکنیم از این مسائل و همچنین راهکارهایی داشته باشیم برای تخلفاتی که در سالهای گذشته ایجاد شده. شهرداری هرات اما از نظارت همه روزه از شهر قدیم خبر داده و میگویند تا 2 سال اخیر هیچ ساختمان و یا بلندمنزلی در ساحات شهر قدیم ساخته نشده است. در قسمت مراقبت آنها، در قسمت حفظ آنها، در چوکات اصول ریاست شهرولی هرات ما کوشش میکنیم و سعی و تلاش بیشتر خرج میدیم. با آمادن امارت اسلامی افغانستان تا 2 سال به هیچ کس اجازه ساخت ساز در شهر قدیم داده نشده و خوشبختانه ما به هیچ کس حتی نقشه را ویزا نمی کنیم به خاطر ساخت ساز در شهر قدیم. گفتنی است که هرات با بیش از 700 بنای تاریخی از جمله ولایت های باستانی افغانستان است، اما به گفته مقام های اداره اطلاعات فرهنگ هرات اگر ساخت و سازهای بلند منزل ها و مراکز تجارتی در جغرافیای شهر قدیم هرات ادامه داشته باشد باعث خط خوردن شهر باستان هرات از لیست میراث جهانی گردیده و تنها باید به ثبت آبده های چون گذرگاه شریف، مسجد جامع بزرگ و قلعه اختیاردین در یونسکو بسنده کرد.